بالاخره بعد از جلسات متعدد اولین وزیر کابینه پزشکیان مشخص شد. با ما در این ویدیو همراه باشید. راجع به اولین وزیر کابینه پزشکیان که وزیر امور خارجه است و محمد جواد ظریف هم نیست صحبت می‌کنیم. دوستان سلام. به کانال خودتون کانال حاشیه خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. خب همونطور که میدونید چند روزی هستش که بعد از اعلام نتایج انتخابات و انتخاب دکتر پزشکیان یک کارگروهی تشکیل شده و یک تعداد از نزدیکان و مشاوران دکتر پزشکیان دارن گزینه‌های وزارتخونه‌های مختلف و تشکیل کابینه رو بررسی می‌کنن. که دکتر پزشکیان برای کابینه خودش افراد مجربی رو انتخاب کنه. مثلا همونطور که قبلا گفتم قراره که معیارهای خاصی رو در نظر بگیرن. به فرض مثال قراره که میانگین سنی وزرا بیشتر از 55 سال نباشه و سعی کنن اکثرا اونا جوون باشن. سعی میشه اکثرا کسانی که انتخاب میشن قبلا سابقه وزارت نداشته باشن و برای اولین بار به عنوان وزیر مشغول به کار بشن. چون رئیس جمهور میخواد که نیروهای جوان رو به وزارتخونه ها تزریق کنه و همین که مسائلی که قبلا اتفاق افتاده دوباره تکرار نشه و ایده های نو وارد سازمان ها بشه. در راستای همین جلساتی که کارگروه دکتر پزشکیان در این چند روز انجام داده چند وزیر انتخاب شدن و به جمع‌بندی رسیده شده، اما هنوز قطعی نشده. ولی وزیر امور خارجه مثل اینکه با بقیه وزرا تکلیفش فرق میکنه و تقریبا مشخص شده. به گفته یک منبع آگاه تقریبا به یک جمع‌بندی نهایی درباره وزیر امور خارجه رسیدن و احتمالاً وزیر امور خارجه دکتر عباس عراقچی هست. خیلی ها می گفتن که اگر پزشکیان رأی بیاره و رئیس جمهور بشه محمد جواد ظریف دوباره وزیر میشه، چون ظریف خیلی به پزشکیان نزدیکه. که خب روز گذشته جواد ظریف مصاحبه انجام داد و گفت قطعا من در دولت پزشکیان نخواهم بود. نیروهای جوانتر قراره وارد وزارت بشن. جهرومی هم گفت من میخوام درسم رو تکمیل بکنم و دوست ندارم در هیچ وزارتی مشغول به کار بشم. اما اینطور که مشخصه جناب آقای عباس عراقچی انتخابشون به عنوان وزیر امور خارجه تایید شده. آقای عراقچی دیپلمات و سیاستمدار قدیمی ایرانی متولد سال 41 و در حال حاضر 62 سالشه و 7 سال بزرگتر از میانگینی هستش که برای وزرا در نظر گرفته بودن. ایشون معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دوره محمد جواد ظریف هستش و در دوره دوم یعنی از سال 96 تا 1400 به عنوان معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دولت حسن روحانی مشغول به کار بود. ایشون در دولت احمدی نژاد هم سمت داشتن و در سال 92 از 21 اردیبهشت تا 9 شهریور یعنی حدوداً 4-5 ماه به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه فعالیت کردند. تا این لحظه مشخص شده محمد جواد ظریف به عنوان وزیر قرار نیست که در دولت حضور داشته باشه. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. لطفا اگر نظری داشتین حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین. ممنون میشم اگر ویدیو رو لایک کنین، برای دوستاتون ارسال بکنید، چون که لایک شما هم باعث میشه که کانال به افراد بیشتری نشون داده بشه و هم حمایت به حساب میاد برای ما و به همون انگیزه میده که ادامه بدیم. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.